با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، جلسه دوم در مورد درجه نامعینی سازه هستش. درجه نامعینی سازه بیان میکنه که یک سازه به صورت استاتیکی چند مجهول اضافی داره که ما اون سازه‌ای که تعداد درجات نامعینی اون بیشتر از صفر باشه، به معنای اینه که معادلات استاتیکی به همان تعداد کم داریم برای تحلیل اون سازه. تعداد معادلات استاتیکی که ما در سازه داریم با نام معادلات تعادل بیان میشه. معادلات تعادلی که ما داریم در حالت دو بعدی که یک نقطه باشه، در حالت دو بعدی و سه بعدی بررسی میشه. در حالت دو بعدی ما دو حالت رو بررسی میکنیم. وقتی که یک نقطه داشته باشیم، ما معادلاتی که میتونیم بنویسیم، معادلات تعادل استاتیکی که قابل بیان هست، یکی نوشتن معادلات تعادل نیرو در جهت x و دومی نوشتن معادل تعادل در جهت y. پس این به این معناست که در مسائل دو بعدی اگر برای یک نقطه بخوایم معادلات تعادل رو بنویسیم، اگر سیگما اف ایکس و سیگما اف وای مساوی صفر باشه، به اون معناست که این نقطه در حالت تعادل قرار گرفته و از جای خودش حرکت نمی‌کنه. ولی اگر یک جسم در حالت دو بعدی داشته باشیم، مثل یک تیر، حالا من یه شکل کلی اینجا ترسیم کردم، علاوه بر این که باعث سیگما اف ایکس و سیگما اف وای اون صفر باشه، یعنی در جهت ایکس حرکت نکنه، در جهت وای هم حرکت نکنه، نبایستی این جسم سه بعدی چرخش هم داشته باشه. که این نبایستی چرخش داشته باشن رو با معادله تعادل لنگر بیان میکنن که سیگما ام مساوی با صفر. حالا شاید شما نحوه نوشتن معادله لنگر رو مشکل داشته باشید، ممکنه همین سیگما اف ایکس سیگما اف وای رو هم مشکل داشته باشید، که بحث این جلسه ما نیست. فقط ما میخواییم بدونیم که معادله تعادل در حالت دو بعدی برای یک جسم صلب این ستاست. پس بحث ما اینه که بدونیم ما برای اجسام صلب در دو بعدی سه تا معادله داره. فعلا تعداد معادلات در این فصل برای ما مهم هستش، و بحث این که چجوری اینا رو حساب کنیم دیگه در فصل‌های آینده اونها رو بررسی میکنیم. خب چرا این تعداد معادلات برای ما مهمه؟ که این رو هم در این جلسه بهتون میگم که چرا این تعداد معادلات برای ما مهمه. در حالت مسائل سه بعدی 3D problems، ما حالا اگر برای یک نقطه بخوایم معادله تعادل رو بنویسیم، یا اینکه یک جسم صلب رو بررسی میکنیم، اینجا هم تعداد معادلاتی که معادلات تعادلی که نیاز هست با هم دیگه فرق میکنه. برای یک نقطه سه بعدی اگر بخوایم معادله تعادل رو بنویسیم، نوشتن سیگما اف ایکس سیگما اف وای و سیگما اف زد مساوی با صفر کفایت میکنه. یعنی اگر در یک نقطه در جهت ایکس وای و زد ما تعادل نیرو داشته باشیم، اون نقطه ثابت میمونه، و یا به عبارتی میتونیم بگیم تعادل استاتیکی داره. ولی یک جسم در حالت سه بعدی علاوه بر این که در جهت X، در جهت Y و در جهت Z نبایستی حرکت داشته باشه، حول جهت X، حول جهت Y و حول جهت Z هم نبایستی چرخش داشته باشه، که همین چرخش نداشتن حول محور X، حول محور Y و حول محور Z رو با معادلات تعادل لنگر بیان می کنیم. به صورت کلی بچه ها در این درس ما حالتهای سه بعدی رو به صورت کلی بررسی نمی کنیم. یعنی توی کتابی که خدمت رو معرفی کردم، مسائل سه بعدی هم ممکنه باشه، ولی ما کلا مسائل رو از طریق مسائل دو بعدی بررسی می کنیم. یعنی بعضی وقتا یک جاهایی یک نقطه از سازه رو جدا می کنیم، معادله تعادلی که برای یک نقطه می نویسیم مسلما سیگما اف ایکس و سیگما اف وای خواهد بود، یعنی دو تا معادله داریم. و وقتی که یک جسم صلب رو داریم، مثل یه تیری، مثل یه قابی، اینجا وقتی که اون رو جدا می کنیم،
سه تا معادله سیگما فی ایکس سیگما وای و سیگما ام رو می نویسیم. بنابراین ما معادلاتی که به ما کمک میکنه که مجهولات رو در سازه حساب کنیم در حالت دو بودی و جسم صلب دو بودی چند تاست عزیزان من؟ سه تا. خب پس این معادلات تعادل، معادل تعادل استاتیکی، اینا استاتیک، این استاتیک هم اولش میگه استاتیک اکیلیبریم، اکیلیبریم به معنای تعادل هست، استاتیک اکیلیبریم، اکوشنز، این معادلات بودن که نوشتیم. خب ما در سازه یک سری مجهولات داریم که با استفاده از این معادلات میتونیم اونا رو بنویسیم. یک مثال کوچولو اینجا میبینید که یک تیر، اصطلاحاً تیر دو سر ساده، یک تیر دو سر ساده اینجا ملاحظه میفرمایید که یک طرف یک تکیگاه ساده داره و از این طرف تکیگاه قلتکی داره. حالا خود این سازه ممکنه تحت اثر بارهای مختلفی قرار گرفته باشه، حالا شکل بارها فعلا واسه ما مهم نیست، ممکنه تحت اثر بارهای مختلفی قرار گرفته باشه، ما با این بارها کاری نداریم فعلا. فقط میخوایم بگیم که الان در این سازه‌ای که اینجا ترسیم کردیم که یک تیر دو سر ساده است، چند تا معادله داریم، معادله مجهول، چند تا معادله معلوم داریم و چه تعداد معادلات مجهول داریم. خب در این سازه‌ای که می‌بینید بچه‌ها، عکس العمل‌های تکیگاهی که با قرمز نشون دادم اینا مجهولن، یعنی ما اینجا دو تا ریاکشن داریم که مجهوله. اینجا که نوشتم R مساوی 2 به معنای اینه که دو تا ریاکشن مجهول داریم. اینجا چند تا ریاکشن مجهول داریم؟ اینجا یه دونه. این تکیگاه رو بهش میگن تکیگاه قلتکی. حالا شاید تکیگاه‌ها هم یادتون رفته باشه، من در اسلاید‌های بعدی انواع تکیگاه ها رو بهتون میگم، میگم که هر تکیگاهی چند تا ریاکشن داره و به چه صورتی هستش، پس اینا رو هم مرور خواهیم کرد. بنابراین ما در این سازه اولا سه تا معادله میتونیم بنویسیم به صورت کلی. number of known equations ما چند تاست؟ تعداد معادلات معلوم ما چند تاست؟ سه تا. درسته بچه ها؟ پس تعداد معادلات معلوم ما سه تاست و تعداد معادلات مجهول ما چند تاست؟ تعداد مجهولات ما number of unknown ها چند تاست؟ باز سه تاست، یعنی یه R مساوی با دو، یه R مساوی با یک، در کل مساوی است با دو به اضافه یک، مساوی است با سه تا مجهول. دو تا این تکیه گاه مجهول داره، دو تا این تکیه گاه مجهول داره. خب حالا رو هم دیگه بچه ها، روی هم دیگه ما سه تا مجهول داریم، سه تا معادله داریم، بنابراین ما این سازه رو میتونیم با استفاده از سه تا معادله حل کنیم. اصطلاحاً به این سازه میگن سازه معین استاتیکی. چرا بهش میگن معین استاتیکی؟ اینجوری میگن، میگن استاتیکلی سازه is determinate statically، به صورت استاتیکی معین هست. پس این سازه معین هست. چرا بهش میگن معین؟ چون با استفاده از سه تا مجهولی که داریم، با استفاده از سه معادله‌ای که داریم اسم میخوام، میتونیم این سه تا مجهول رو به دست بیاریم. این سه تا مجهول ما چیا بودن؟ این سه تا ریاکشن بودن که اینجا داشتیم. حالا فرض کنید عزیزان من، فرض کنید ما یه تکیگاه اضافی اینجا داشتیم، چی میشد؟ یا دو تا تکیگاه اضافی اینجا داشتیم، دو تا به معادلات مجهول اضافه میشد، اینجوری چی میشد؟ ما الان دو تا تکیگاه اضافه اگر اینجا داشته باشیم چه اتفاقی میافتاد؟ مجهولات ما میشد 5 تا. الان مجهولات ما 5 تاست، ولی تعداد معادلات استاتیکی ما چند تاست؟ تعداد معادلات معلوم known equations ما چند تاست؟ همون سه تاست، چیزی تغییری نکرده. ما فقط سه تا معادله تعادل استاتیکی در دو بعد میتونیم بنویسیم، چون یک جسم دو بعدی هستش و جسم دو بعدی هم سه تا معادله میتونیم بنویسیم، پس چیزی تغییری نکرده، معادلات ما همون معادلاته.
ولی مجهولات ما چقدر شده؟ مجهولات ما 5 تاست. چند تا معادله اضافی داریم؟ چند تا مجهول اضافی داریم؟ دو تا. به این دو میگن درجه نامعینی سازه. پس بچه ها اینجوری تعریف میشه. اینجا این رو نوشتم. The degree of indeterminacy که بهش میگن درجه نامعینی برابر است با چی؟ برابر است با تعداد مجهولات منهای تعداد معادلات معلوم سازه. همین. پس DOI degree of indeterminacy مساوی است با تعداد مجهولات منهای تعداد معلومات. مثلا تو این شکل تعداد مجهولات ما 5 تاست. منهای 3 تا معادله میشه 2. این دو چی رو نشون میده؟ میگه که دو تا مجهول اضافی داریم که نمیتونیم این دو تا مجهول رو با استفاده از معادلات تعادل استاتیکی به دست بیاریم. ولی اگر این دو تا مجهول نباشن، اگر این دو تا مجهول این دو تا تکیگان نباشن، این سازه الان معینه. این سازه معینه. ولی این سازه به این صورت چیه؟ این indeterminate نامعینه. و این سازه معین نامعین. به این صورت پس تعداد مجهولات در سازه منهای تعداد معادلات معلوم در سازه میشه چی؟ میشه درجه نامعینی. بنابراین با این را دیگه هست. پس این سازه معین شد. بنابراین بچه ها با توجه به این تعریف DOI که داشتیم، degree of indeterminacy، درجه نامعینی سه تا حالت میتونه داشته باشه. حالتی که درجه نامعینی صفره که اینجا گفتیم، اگر درجه نامعینی در سازه صفر باشه به معنای اینه که سازه معینه، به معنای اینه که تعداد معادلات معلوم و مجهول سر به سرن، از هم دیگه کم میشه صفر. پس DOI صفر به معنای اینه که تعداد مجهولات و تعداد معلومات با هم دیگه برابر هستن. مثل این شکل، یا هم که این دقیقاً همون مثال صفحه قبله. اینجا ما سه تا عکس العمل مجهول داریم به صورت کلی. و ببین بچه، من تو این سازه ها شکل بارگذاری رو نذاشتم. چرا؟ چون من در این فصل نمیخوام نیروهای داخلی رو حساب کنم، یعنی نمیخوام عکس العمل رو حساب کنم، فقط میخوام بگم که آیا ساز معینه یا نامعینه. اگه نامعینه چند درجه نامعینه، و یا احیانا اگرم شاید نامعین نباشه یا معینم نباشه، چون یه حالت سوم دیگه هم هست بهش میگن ساز ناپایدار، این حالت ناپایدار به چه صورتی هستش. پس ببینید بچه ها، حالتی که تعداد معادلات معلوم و مجهول یکسان باشن درجه نامعینی میشه صفر و سازه رو معین میگم. در حالتی که درجه نامعینی سازه بزرگتر از صفر باشه، مثل اینجا، ما اینجا یک سازه رو داریم که دوتا اینجا به اضافه سه تا پنج تا مجهول داره، ولی معادلات تعادل ما چند تاست؟ همچنان سه تا. پنج منهای سه میشه دو. درجه نامعینی این دوه. این به این معناست که ما این سازه رو با اون تجربه‌ای که در استاتیک داشتیم، یعنی سیگما فی ایکس، سیگما فی وای و سیگما ام مساوی صفر، نمیتونیم تحلیل کنیم. این حل نمیشه. بد نیست بدونیم بچه ها، ما با اون سه تا معادله تعادل استاتیکی هیچ کدوم از این مجهولات رو نمیتونیم به دست بیاریم، چون یه دفعه ما 5 تا مجهول داریم با سه معادله. از این طریق هیچ کدوم از مجهولات به دست نمیان. و یه حالتی دیگه ای هم داریم که درجه نامعینی کوچکتر از صفر است، که اصطلاحا بهش میگن سازه ناپایدار، unstable structure، سازه unstable و ناپایدار هستش. که ناپایداریش به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که تکیگاه کم داره، lack of support، یعنی کمبود تکیگاه. یعنی مثلا اینجا که دیدید سازه معین بود، حالا توی حالت معین یعنی تعداد معادلات مجهول و معلوم یکی هست، حالا اگر یکی از تکیگاه هست بشه چی میشه؟ خب این سازه میتونه بازی کنه، این سازه درجه نامعینیش منفی میشه، این سازه تحت اثر یه باری اگر اینجا وارد بشه این میتونه بازی کنه، یعنی دیگه این سازه نیست، میتونه حرکت کنه تحت اثر این بار. بنابراین درجه نامعینی این منفیه. هر جایی که درجه نامعینی سازه منفی باشه به معنای این که سازه ناپایداره. ناپایدار به علت کمبود تکیگاه، چون ما ناپایدار حالتهای مختلفی رو داریم، یعنی ممکنه تکیگاه کافی باشه ولی سازه نامعین چیز ناپایدار باشه. ما بحث پایداری و ناپایداری رو جلسه بعد میگیم که یک بحث مهمه، مخصوصا حالتی که
تکیگاه تعدادشون کافیه، ولی باز سازه اوضاعش خراب ناپایدار میشه. اونو جلسه بعد بررسی میکنیم که بحث مهمی است و انشالله این رو عرض کنم خدمتون جلسه بعد بگیم. پس بنابراین عزیزان من، درجه نامعین اگر صفر باشه سازه معین، بزرگتر از صفر باشه نامعین، منفی باشه سازه ناپایدار خواهد بود. خب عزیزان من، حالا اینجا من انواع تکیگاه ها رو گفتم، ولی چرا انواع تکیگاه ها رو گفتم؟ علت اینه که تکیگاه همون تعداد مجهول است. تکیگاه تعداد مجهول است. من در ادامه دو مورد رو میگم، یکی تکیگاه ها رو میگم، یکی یک چیزی هست به اسم مفاصل داخلی. ببین این تکیگاه است، تکیگاه مجهول داره، تکیگاه مجهول داره، بحثی توش نیست. یه مورد دیگه یه هست بهش میگن مفصل. مفصل به چه معناست؟ مثلا اینجا ممکنه دیده باشید حالا دوی درسی مثل استاتیک که فرزن یه قسمتی از سازه یک دایره اینجوری قرار میدن، به این معناست که در این نقطه لنگر صفره، یعنی اینجا میتونه یه لولا باشه، اینجا تغییر شکلش میتونه صفر باشه، یعنی جایی که عذر میخوام، یعنی اینجا میتونه لنگرش صفر باشه، به این میگن مفصل. توی مفاصل بچه ها میدونیم لنگر صفره، چون میدونیم لنگر صفره، این مفاصل یه معادله به تعداد معادلاتی که اینجا میدونیم که مثلا لنگر صفره، چون میدونیم لنگر صفره، همین لنگر صفر خودش یه معادله است، یه معادله به معادلات معلوم اضافه خواهد کرد. پس در ادامه بچه ها، در ادامه بحث، من اول در مورد تکیگاه ها صحبت میکنم و بعد از اینکه تکیگاه رو گفتم در مورد مفاصل صحبت خواهم کرد. مفاصل در واقع محل اتصال دو عضو به هم دیگه است و تکیگاه محل اتصال سازه به زمینه. پس این فرق تکیگاه و مفصل هستش که در ادامه بهتون میگم. تکیگاه ها مجهول هستن ولی مفاصل به معادلات معلوم اضافه میکنن. خب در این اسلاید ما انواع تکیگاه رو خدمتون میگیم. اول از همه تعریف تکیگاه است. تکیگاه چیه؟ تکیگاه به صورت اتصال ما بین سازه و زمین هستش. پس محل اتصال سازه به زمین رو بچه ها بهش میگن چی؟ میگن تکیگاه. این تعریف تکیگاه است. خب اولین نوع تکیگاهی که داریم اصطلاحاً بهش میگن تکیگاه قلتکی یا رولر. رولر، این تکیگاه قلتکی حالا شکلهای مختلفی داره، مثلا به این شکل است یا ممکنه به این شکل به صورت یه دایره‌ای که بر روی زمین قرار گرفته. این قسمتی که خدچین هست بچه ها، این اصطلاحاً زمین، ground، جایی هستش که تغییر شکلش صفره و نیروها به زمین منتقل میشه. پس این ground، این تکیگاه، خود این دایره تکیگاه و این قسمت سازه است. قسمتی از سازه است، بقیه سازه رو نکشیدیم. پس اینجا ما بقیه سازه رو نکشیدیم، یعنی اینجا یه قسمتی از سازه بوده، این رو که گذاشتم، یعنی یه قسمتی از سازه رو جدا کردیم و اینجا آوردیم. خب تکیگاه قلتکی رو این شکل واقعیش میتونه یه همچین شکلی باشه، ولی شکل شماتیکی که ما به صورت دستی یا تو این درس میکشیم میتونه اینجوری باشه، میتونه یه دایره باشه، میتونه یه دونه چند تا دایره باشه، روی مثلثی قرار گرفته باشه، ممکنه چی؟ یه مثلثی باشه. توی همه این شکل‌ها ما میتونیم زمین رو فقط با یه خط نشون بدیم، یعنی اینجوری باشه، یعنی توی یکی اینجوری باشه، فقط با یه خط زمین رو نشون بدیم به این صورت، همین. پس توی همه این شکل‌ها ما میتونیم زمین رو صرفاً با یه خط نشون بدیم، اینجوری. پس اینکه خط خطی کردیم این نیازی نیست. اینجا رفت اینجا. خب پس این شکل زمین این خط خطی ها آپشنه. به میگن تکیگاه قلتکی. تکیگاه قلتکی بچه ها یه دونه عکس العمل تکیگاهی داره که عمود بر جهتی هستش که به سازه، عمود بر زمین هستش، عمود بر زمین هستش همیشه. پس تکیگاه
عمود بر زمین هستش، یعنی عضو میتونه کج باشه، سازه میتونه اینجوری باشه، عکس العمل تکنیکی عضو میخوام، عمود بر سازه خواهد بود، همیشه عمود بر سازه خواهد بود، عکس العمل تکنیکی همیشه عمود بر سازه است به این صورت. من گفتم عمود بر زمین، اشتباه گفتم. پس همیشه عکس العمل تکیگاهی عمود بر راسته سازه است. خب این اولین نوع تکیگاه. دومی نوع تکیگاه، تکیگاه ساده است یا پینه، تکیگاه پین، پینده. تکیگاه ساده یک تکیگاهی هستش که در اون تکیگاه لنگر صفره و ما دو تا عکس العمل تکیگاهی داریم، معمولا به این صورت نشون میدیم و گفتیم که حالا ممکنه این شکل زمین چند تا خط خطی رو هم نشون ندن. این تکیگاه ساده رو هم میتونیم با یه دایره که به زمین چسبیده باز نشون بدیم. در هر دو تا حالت ما دو تا تکیگاه داریم، اینو بهش میگن تکیگاه ساده. نوع بعدی تکیگاه، تکیگاه گیرداره. تکیگاه گیردار ما هم این تکیگاه میتونه هم نیرو تحمل کنه، هم نیرو در جهت وای، هم در جهت ایکس، و هم لنگر هم میتونه تحمل کنه. پس عکس العمل لنگر رو هم داریم، ولی تو اینجا لنگر نداشتیم، تو اینجا لنگر نداشتیم. به این میگن فیکست ساپورت که عکس العمل تکیگاه گیردار هستش و آر تعداد ریاکشن هاش چند تاست؟ تعداد عکس العمل هاش 3 تاست. پس اینجا تعداد ریاکشن ها 2 تا بود، این قرمزا که میبینید اینجا تعداد ریاکشن ها 3 تاست. خب نوها، انواع دیگه تکیگاه های گایدد هستش. گایدد به معنای معمولا توی فارسی به جای اینکه بگن گایدد میگن تکیگاه های برشی. تکیگاه برشی، به این اولی میگن تکیگاه برشی، دومی میگن تکیگاه تلسکوپی. در هر صورت این تکیگاه ها به این صورت هستش که این قسمت میتونه به راحتی بالا پایین کنه، یعنی نیروی قائم نمیتونه تحمل کنه، ولی به جاش نیروی محوری و لنگر میتونه تحمل کنه. به این تکیگاه میگن تکیگاه برشی، به این میگن شیر ساپورت. این شیر ساپورت. نوع دیگه تکیگاه گایدد، یعنی هدایت شده تکیگاه تلسکوپیه. تو فارسی به این میگن تکیگاه تلسکوپی، یا حالا بهش میگن تکیگاه لوله، پایپ ساپورت. این پایپ ساپورت، این به این صورته که نیروی محوری نمیتونه تحمل کنه، یعنی به صورت افقی میتونه حرکت کنه ولی در راستای قائم حرکت نمیکنه، عکس العمل داره و نمیتونه بچرخه و عکس العمل لنگر داره. در هر صورت این دوتا، چه شیر باشه چه پایپ باشه، اینجا ما تعداد ریاکشن هامون چند تاست؟ یه دونه نیروه، یه دونه لنگره. این پایینی هم چی؟ یه دونه نیرو داره، یه دونه لنگر داره. در هر دو حالت number of reactions چقدر؟ 2 هستش. خب مورد بعدی و مورد آخر که باشه از انواع تکیگاه ها، اصطلاحاً بهش میگن تکیگاه الاستیک، الاستیک ساپورت. الاستیک ساپورت به معنای اینه که یک تکیگاهی که خودش میتونه تغییر شکل داشته باشه، که اصطلاحاً بهش فنر هم میگن. پس تکیگاه الاستیک یا تکیگاه ارتجایی بهش میگن، که همون فنره، که ما دو نوع فنر داریم. اصطلاحاً فنر خطی و دو فنر پیچشی، که حالا این فرمی بوده که خوب نکشیده بشه، من رو مثلا دستی کشیدم. این فنری هست معمولا اینجوری میکشن، حالا دست بازم اینو دستی کشیدم یا چندان خوب نکشیدم، یعنی چی فرمی هستش. این فنر، فنر پیچشی هستش. فنر پیچشی میتونه لنگر تحمل کنه، فنر خطی میتونه نیرو تحمل کنه، یعنی فنر تحت اثر نیرو میتونه تغییر شکل بده، ولی و این فنر تحت اثر نیرو میتونه تغییر شکل زاویه‌ای بده. پس این فنر تغییر شکل زاویه‌ای داره و این فنر تغییر شکل انتقالی داره. پس اصطلاحاً این تغییر شکلش چیه بچه‌ها؟ تغییر شکلش، دفورمیشنش، میشنی که داره به صورت انتقالیه، یعنی بالا پایینه، ترنسلیشنال، تغییر شکلش به صورت ترنسلیشنال، و دیفورمیشن این به صورت روتیشنال، زاویه‌ایه. پس تغییر شکل این یکی، این بالا پایین میکنه
و این یکی تغییر شکل ما زاویه‌ای هستش. یعنی اگر اینجا ما یه نیروی F داشته باشیم، نیروی F داشته باشیم و تغییر شکلی هم که اینجاست برابر با D باشه، تغییر شکلمون برابر با D باشه، رابطه F و D داخل این فنر میشه چی؟ F مساوی است با K دلتا، که K سختی فنره، میشه K ضرب در D. حالا این رو احتمالاً دیده باشی، ولی حالا خیلی وارد بحث نمیشیم. فقط اینجا نکته ای که مهمه اینه که در این فنرها تعداد مجهولات چقدره؟ هر فنری یه مجهول. یعنی یه جایی ممکنه دو تا فنر داشته باشیم، این دو تا فنر نیروی داخلی دو تا فنر مجهوله. پس چیزی که در این فصل باید بدونی تعداد مجهولاته. تعداد مجهولات تو این فنر یه دونه است، تو این فنر هم یه دونه. حالا یه جایی ممکنه دو تا فنر در یه جا به کار برده باشه، مثلا اینجوری یه فنر دیگه هم اینجا به کار برده باشه در یه نقطه. میگی که این یه فنر یه مجهول داره، این فنر هم یه مجهول، در کل این نقطه دو تا مجهول داره. متوجه بچه ها؟ پس هر فنری یه دونه مجهول خواهد بود. خب بریم سراغ انواع مفصل هینج ها. تعریف هینج بچه ها چیه؟ تعریف ساپورت تکیگا به این صورت تعریف شد که محل اتصال سازه به زمین رو میگن چی؟ میگن تکیگاه. ولی مفصل فرقش چیه؟ مفصل اتصال کانکشن بین دو عضو از سازه است. یعنی دو تا عضو سازه به هم دیگه وصل بشن به محل اتصال اینا میگن حالا هینج کانکشن، یا بهش میگن مفصل. پس کانکشن بیتوین تو ممبر اف استراکچر رو بهش میگن چی؟ بهش میگن هینج. خب انواع هینج رو داریم، انواع مفصل رو داریم. اولین نوع مفصل، مفصل خمشی هستش. مفصل خمشی مفصلی هستش که در اون مفصل، در این مفصل لنگر صفره. به چه معنا؟ به معنای اینه که این قسمت میتونه راحت به چرخه و لنگر، هیچ لنگری نیست که اینجا تحمل کنه. این قسمت خیلی راحت میتونه بچرخه. این که میتونه بچرخه به چه معناست؟ یعنی اینجا ما لنگر نداریم و لنگر مساویه با صفره. چون لنگر صفره یعنی ما الان یه معادله اضافه داریم. به تعداد معادلات معلوم ما یه دونه اضافه میکنه. تو این حالت ما معادلات معلومی که از اینجا به دست میاد، از مفاصل به دست میاد رو با سی نشون میدیم. اگه یادتون باشه ساپورت ها رو با ریاکشن با آر نشون دادیم. این معادلات معلوم ناشی از مفاصل رو از این به بعد با سی نشون میدیم. اصطلاحا بهش میگن معادلات شرط. شرط سی هم حرف اول در واقع کاندیشن. حرف اول کندیشن همون سی هست، یعنی تعداد معادلات شرط. اینجا در واقع به ساز شرط میکنه که حتما لنگر صفر باشه. این نوع اول مفاصل بود. نوع دوم مفصل، پس این بهش میگم مفصل خمشی. این رو بهش میگم مفصل خمشی که اتفاقا در سازه زیاد استفاده میشه، در سازه به صورت واقعی هم زیاد استفاده میشه. یه نکته مهم این که این درس ما درس در واقع تئوری تحلیل سازه است در اصل. این تئوری بودنش یعنی چی؟ یعنی به معنای اینه که ما خیلی با عملیش کاری نداریم، یعنی ما نشون نمیدیم که در عمل این در کجا سازه به این صورت هستش. ولی خب حالا انشالله هر جایی که گفتید من در عمل هم نشونتون میدم که کجا میتونه اینجوری باشه. نوع دوم مفصل، مفصل برشی است، شیر هینج است. شیر به معنای برشی هینج هم که معنای مفصل. شیر هینج یک نوع اتصالی هستش که این سمت میتونه یه سمت بالا پایین کنه، یعنی اون سمت هم میتونه بالا پایین کنه. تو این حالت که یه سمت بالا پایین میتونه بکنه به معنای اینه که لنگر صفره، عذر میخوام برش صفره. یعنی نیروی وی که اینجا داریم به این سمت منتقل نمیشه. چرا؟ چون نیروی وی که به این سمت منتقل میشه باعث میشه که این بالا پایین کنه، تغییر شکل بده و به اون سمت منتقل نشه.
پس ما یه مفصل برشی داریم که تو اون لنگر برش صفر هست، چون برش صفر خود برش باز یه معادله است، یه دونه به معادلات شرط ما سی مساوی با یک اضافه میکنه. نوع بعدی نوع حالا باز گایدد هینج که از نوع پایپ گایدد از نوع هدایت شده است. گایدد هینج حالتی هستش که تو این حالت این میتونه این نیروی تغییر شکل محوری داشته باشه. نیروی تغییر شکل محوری رو با N نشون میدیم، این N صفره. پس ما در یک اصطلاحا بچه‌ها در یک اتصال سه تا نیرو به صورت کلی داریم در یک عضو سه بعدی، در عضو میخوام در یک عضو دو بعدی در یک اتصال، یکی اینکه لنگر، یکی برش و یک نیروی محوری. پس لنگر، نیروی برشی، نیروی محوری سه تا نیرویی هستش که داخل دل یک عضو به صورت کلی میتونه وجود داشته باشه، که تو اولی تو این حالت لنگر صفره، تو این حالت برش صفره و تو این حالت نیروی محوری صفره. که اینجا هم که نیروی محوری صفره ای به معنی اینه که سی مساوی با یک هستش. و حالت بعدی، حالت سوم، این حالت چهارمی که هستش اصطلاحاً بهش میگن مفصل غلتکی، رولر هینج، مفصل غلتکی. تو این مفصل غلتکی دو حالت میتونه اتفاق بیفته، یکی اینکه اینجا لنگر نمیتونه تحمل کنه، میتونه بچرخه، لنگر صفره، و دوم اینکه این میتونه تو دلش بره، یعنی نیروی محوری هم صفره. دو تا پارامتر صفره، هم M صفره هم N صفره، هم لنگر صفره هم نیروی محوری صفره. پس تو این حالت رولر هینج ما دو تا معادله شرط داریم، کدوم ها هستن؟ M صفره و N صفره. با دوستان از این رو باید دیگه حفظتون باشه که مفصل غلتکی یه دونه معادله شرط، ما این تعداد معادلات برای ما مهمه. حالا اینکه تعداد معادل این یه دونه معادله خودش چیه فعلا واسه ما مهم نیست، یعنی اینجا میدونیم که حالا برش صفره پس یه دونه معادله داره، تو این یکی مفصل تلسکوپی میدونیم که نیروی محوری صفره یه دونه معادلات اضافه میکنه، و تو این یکی هم ما دو تا معادله داریم. خب یه حالت های دیگه هم داریم، اینه که در یه مفصل خمشی بچه ها میتونه N تا عضو وصل بشه، میتونه دو عضو وصل، میتونه سه تا، میتونه چهار تا، میتونه به صورت کلی N تا عضو وصل بشه. توی همچی حالتی که N تا عضو وصل میشه تعداد معادلات شرط میشه C مساوی است با N منای 1، یعنی اگر دو تا عضو داشتیم به هم دیگه وصل شد C میشه 2 منای 1 و یا به عبارتی میشه یک، همون حالت قبلی. همین حالت قبلی سی مساویه با یک یا حالت خاصی از اینه. ولی اگر سه تا وصل شده بود، سه عضو این وصل شده بود، سی مساویه با دو میشد. اگر پنج تا عضو وصل شده بود، یه دونه کمتر میشه چار، سی میشه چار. چار تا معادله به ما خواهد داد. پس جایی که مفصل چند تا مفصل خمشی اینجوریه، مفصل خمشی اینجوری، بقیه مفاصل یه همچین خاصیتی ندارن. پس اینم یه حالتی هستش که به این صورت هست. یه حالتهای دیگه هم داریم، مثلا ترکیبی از مفصل برشی خمشی، اینم یه حالت دیگه هست که حالا من اینجا نشون ندادم. مثلا ترکیب مفصل برشی خمشی به این صورت، این طب مفصل برشی سیش مساوی با یکه و این هم مفصل خمشی، جفت هم قرار بگیرن، به این میگن مفصل برشی خمشی. تو این حالت به این میگن مفصل برشی خمشی. این مفصل برشی سی یکه، این مفصل خمشی هم سیش یکه، یعنی در واقع اینجا برش صفره، اینجا هم لنگر صفره، در کل این سیش میشه چند؟ سیش میشه دو. به این میگن مفصل برشی خمشی. این هم مثلا یه حالت دیگه ای هستش که در واقع ترکیبی از این دو تاست، که خیلی مهم نیست. این رو میتونستیم بگیم که این در واقع این بگیم که این طرف سیش یکه، از این سمت سیش یکه، این طرف هم سیش یکه، در نهایت سیش مساویه با دو. تعداد معادلات شرط، معادلات معلومی که به ما میده سی مساویه با دو هستش. و نکته پس معادلات شرط تموم شد. نکته، فنرها و چا درست دو عضو رو به هم وصل میکنه و یه جورایی یه کانکشنه، ولی جزء هینج ها حساب نمیشن، بهش نمیگن مفصل.
فنرها مفصل نیستند، هرچند دوز رو به هم وصل میکنند. فنرها هر جایی باشند، چه تکیگاه باشند، چه به عنوان عضو داخلی باشند، همیشه یه دونه به مجهولات اضافه میکنه. یه دونه یا انگار که یه دونه، حالا اینجا یه دونه به ریاکشن ها، این حالت دیگه ریاکشن ساپورت ریاکشن نیست، ولی یه دونه به عکس العمل ها اضافه میکنه. پس این رو بدونید، فنر هر جایی باشه نیرو داخلیش مجهوله، هر جایی باشه، چه تو تکیگاه باشه، چه اینکه دو تا عضو رو به هم وصل کنه، هر جایی باشه میتونیم فنر رو حذف کنیم، یه دونه به مجهولات اضافه کنیم. پس نکته فنر اینه، ما در برخورده با مسائل، چون الان من مسئله حل میکنم دیگه، یه سازه پیچیده میکشم، ترکیبی از انواع تکیگاه و مفاصل و از این داستان ها، اینا رو هر جایی دیدید در واقع میتونید حذفش کنید، به جاش یه دونه به درجه، یه دونه به مجهولات اضافه کنید. مجهول هم اضافه بشه اصطلاحا یه دونه به درجه نامعینی اضافه میشه، که اینجا من نوشتم که فنر به عنوان یک مفصل یه دونه به درجه نامعینی اضافه میکنه، یعنی انگار که آرش مساوی با یک هستش. خب بریم سراغ بحث اصلی این فصل. ما چجوری میتونیم درجه نامعینی یک سازه دو بعدی رو، دو دی استراکچر بنویسیم، به جای اینکه دو دی فریم بنویسیم، دو دی استراکچر. میخواییم درجه نامعینی یه سازه رو به صورت کلی بنویسیم. به چه صورتی هست؟ یه رابطه اینجوری هست که یه رابطه خوب هستش. درجه نامعینی بچه ها برابر است با معادلات مجهول منهای معادلات معلوم. پس اینجا ما معادلات مجهول رو داریم، اینجا unknown داریم، unknown رو داریم، unknown parameters رو داریم، و این سمت چیه؟ known ها هستن، یعنی چیزایی که میدونیم. known معمولا known equation، این number of unknown، حالا parameters این برم number of known equations هستش، اینجا تعداد معادلات معلومه و این برم تعداد معادلات مجهوله. پس درجه نامعینی میشه مجهولات منهای معلومات، درسته؟ تعداد معادلات مجهول منهای تعداد معادلات معلوم. خب مجهولات رو نوشتم 3k به اضافه r، این 3k به اضافه r چیه؟ و این برم نوشتیم c به اضافه 3. این 3 که تابلوه، همون 3 معادله تعادل استاتیکی، یعنی سیگما فی x سیگما فی y و سیگما m مساوی با 0، این 3 تا معادله است. و c چیه؟ همون معادلات شرط بود که دیدید، number of condition equations، که از چیا به دست میاد؟ از هینچ ها به دست میاد. و سه هم که دیدید number of static equilibrium equations هستش، در واقع سه تا معادله تعادل استاتیکی. آر هم تعداد ریاکشن هاست، تعداد کل ریاکشن هاست که از تکیگاه ها به دست میاد، از ساپورت ها به دست میاد. ولی این کی چیه؟ اینجا تعداد کادرهای بسته است، number of closed panels، تعداد کادرهای بسته. هر جایی از سازه یک حالت کادر بسته‌ای داشته باشه بچه‌ها، این قسمت 3 درجه به درجه نامعینی اضافه می‌کنه. یعنی یه سازه‌ای که دو تا کادر داشته باشه، مثلا یه همچین شکلی 3 تا کادر داشته باشه، 1 2 3، این 3 تا کادر خودش 3 تا 9 درجه به درجه نامعینی اضافه می‌کنه. پس این تعداد کادرهای بسته است. پس این رابطه رو باستی حفظتون باشه بچه ها، که الان من چند تا مثال از این حل میکنم و این جلسه رو به اتمام میرسونم که از این رابطه چجوری استفاده میکنیم، درجه نامعینی سازه رو میخوایم حساب کنیم. پس تعداد درجات نامعینی میشه 3 برابر تعداد کادرها به اضافه ریاکشن ها، اینا آنون هاست، منهای تعداد معادلات معلوم که میشه 3 به اضافه 3. خب بریم سراغ مسئله اول. یه سازه پیچیده به این صورت داریم، یه سازه پیچیده داریم به این صورت، به ما میگه که درجه نامعینی این سازه رو به دست بیار. خب
تو این مسائل و چهار ما بایستی سه تا پارامتر رو مشخص کنیم. یکی تعداد ریاکشن هاست و دو تعداد معادلات شرط هستش. پس ما سه تا مورد رو بایستی مشخص کنیم. یکی تعداد کادرهای بسته، یکی هم تعداد ریاکشن هاست و بعدش تعداد معادلات شرط یعنی سی هاست. این سه تا پارامتر رو بایستی مشخص کنیم. خب سی ها آسونن بچه ها، چون سی ها مقدارشون آسونه من اول سی رو مشخص میکنم. این یه تکیگاه چیه؟ این یه مفصل برشیه. سیش یکی. اینجا سی چنده عزیزان من؟ سیش مساوی با یک هستش. حالا فونتش رو هم کوچیک میکنم و رنگش رو هم مثلا قرمز میکنم. این سی مساوی با یک. خب سی مساوی با یک. آیا جای دیگه سی داریم؟ بله. ببین اینجا مفصل داریم. این مفصله. اینجا که مفصل داریم سی چنده؟ اینجا که مفصل داریم سی چنده؟ سی تو جاهایی که مفصل داریم میشه تعداد اعضایی که به مفصل وارد شدن منهای یک. الان چند تا عضو به مفصل وارد شده بچه ها؟ نکته اینه که ما قبل از اینکه بیایم تعداد سی رو در یه نقطه به این صورت بنویسیم، فنرها و کابلها رو حذف میکنیم و به جای اونا یه آر مساوی با یکی قرار میدیم. پس الان اینجا ما این فنر رو و این فنر رو و این کابل رو و این فنر پیچشی رو حذف میکنیم. من این رو رنگش رو یه کم رنگ میکنم که بگم اینا حذف میشن. پس اینا حذف میشن بچه ها. اینا حذف میشن و اینا که حذف بشن چی میشه بچه ها؟ یه دونه به مجهولات اضافه میشه، یعنی به این قسمت به مجهولات اضافه میشه. این ریاکشنی نیست، یعنی عکس العمل تکیه گیرداری نیست، ولی چون آر در واقع به مجهولات اضافه میشه میتونیم به اسم آر یعنی به مجهولات اضافه کنیم. یعنی اینجا آرش یکه، این فنرم آرش یکه، این فنرم آرش یکه، این فنر این کابل هم آرش مساوی با یکه. پس اینها کلن اگر این چهارتا رو حذف کنیم چهارتا به دیوهای اضافه میشه، چهارتا به مجهولات اضافه میشه. پس اینجا وقتی که این قسمت حذف میشه ما در این مفصل چهارتا عضو وارد شده، سیش میشه چهار منهای یک و یا به عبارتی سه. پس اینجا سی مساوی با سه هستش و این فنر انگار وجود نداره. خب یه جای دیگه باز مفصل داریم. یه جای دیگه مفصل داریم. کجا مفصل داریم؟ اینجا. اینجا. اینجا عزیزان من اصطلاحاً به این میگن نیم مفصل. چرا؟ چون این قسمت پایین این قسمت یه پارچه است. ولی این قسمت بالا میچرخه. میدونید این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این انگار که این کل پایین یه دونه قطعه است، بالا هم یه قطعه است. یعنی چی؟ یعنی این کلن دو قطعه است، دو تاست. پس سیش میشه چی؟ میشه دو منهای یک. سی میشه دو منهای یک و یا به عبارتی مساویه با یک. فرض کنید مثلا یه عضو دیگه اینجوری داشت، یه عضو دیگه هم فرض کنید اینجا بود به این صورت. خب چون اینم میچرخید، این یه دونه در واقع اینجا میتونه بچرخه، این که میتونه بچرخه، این یه عضوه، اینم که میتونه بچرخه، اینم یه عضوه، دو تا و کل این پایینی که فیکسه یه دونه است، اینم سه تا. پس کل پایین یه دونه است، دو تا، سه تا، سیش میشه دو. حالا که این عضو نیست سیش میشه یک، سیش میشه یک. پس این نیم مفصل، اصطلاحا به اینا میگن نیم مفصل. نیم مفصل تو نیم مفصل ها نکتهش اینه که قسمت هایی که فیکس هستن رو یه عضو بگیرید. پس تو نیم مفصل ها بچه ها اینا رو بنویسید. من اینا رو که دیگه اینجا نگفتم، حالا تو فیلم هم انشاءالله میبینید. قسمت هایی که فیکس هستن به هم دیگه چسبیدن یه عضو حساب میشن. پس اینجا این قسمت، این سه تا یه عضو، یه عضو با این میشه دو عضو. پس سیش میشه یک، دو منهای یک به عبارت سیش مساوی با یک. خب اینجا هم باز یه مفصل هست. این مفصل درسته به این تکیگاه وصله،
ولی این مفصل بین این دوتا عضو هم هست، این مفصل بین دوتا عضو هم هست، یعنی اینجا این عضو میتونه بچرخه، این عضو میتونه بچرخه، چون میتونه بچرخه پس اینجا هم سیش مساوی با یک، ما بین دوتا عضو سیش مساوی با یک. ولی اینجا ببینید، اینجا ببینید چه شکلی آوردم، این در واقع بچه ها، این در واقع یه تکه، این دوتا عضو، این دوتا عضو سراسری هستن، این تکیگاه، خود تکیگاه خودش به صورت مفصلی است، یعنی اینجا ما دو تا عکس العمل تکیگاهی داریم، یه سیگما ف ایکس و یه سیگما ف وای هستش. این تکیگاه ها رو گاهی وقتا این دایرهش رو میذارن، گاهی وقتا دایرهش رو نمیذارن، یعنی گاهی وقتا من این دایره رو گذاشتم نبایستی گولتون بزنه. اینجا ببینید پس ما مابین این دو تا عضو، مابین خود دو تا عضو مفصلی نداریم، پس گاهی اینجوری نشون میدن که بایستی این گولتون نزنه، ولی مثلا تو این پایینی ما بین دو تا عضو خود عضوها مفصل هست، چون ما بین دو تا عضو مفصل هست پس این سیش مساوی با یک، چون سی ما بین اعضاست، محل اتصال دو عضو رو میگن هینج، پس اینجا سی مساوی با یک داریم ولی تو اون بالایی نداریم، چون ما بین دو تا عضو نیست این مفصل، این مفصل مربوط به تکیگاست، این مفصل مربوط به تکیگاست که حالا این رو گاهی وقتا میذارن، گاهی وقتا هم نمیذارن، یعنی اینجوری میکنن، گاهی وقتا ممکنه گولتون بزنن، یعنی یه همچین شکلی بذارن، باعث شما به این ما بین دوتا عضو رو بذار ببینید و اینجا هیچ سی نداریم. پس سی ها رو همه الان تشخیص دادیم، جمع این سی ها میشه سی کل، پس سی کل میشه یه سه به اضافه یه سه تا سی دیگه، سی میشه شیش، پس سی مساوی است با یه سه به اضافه یه سه به اضافه سه تا یک مساوی است با شیش، پس سی کل میشه جمع این سی های جزئی، جمع همه سی های جزئی. خب بریم سراغ عکس العمل ها، یعنی تکیگاه ها، تکیگاه هایی که داریم اینا رو با آر نشون میدیم. این تکیگاه یه تکیگاه ساده است، آرش مساوی با دوه، این تکیگاه گیرداره، آرش مساوی با سه هستش، زیادی اومدم، این تکیگاه خودش تکیگاه قلتکیه، آرش مساوی با یک، این تکیگاه گیردار آرش مساوی با سه. خب اینجا یه مقداری، اینجا رو یه مقداری ممکنه بد کشید یا یه جوری سوال برانگیز کشیده باشم، چجوری؟ یعنی اگر اینجوری میکشیدم رایج تر بود، درسته بچه ها؟ اینجوری، اینجوری رایج تر بود، درسته؟ جدا جدا میکشیدم، حالا که یه جا کشیدم نبایستی گول بخورید بچه ها، گاهی وقتا هست که ما اینا رو یه جا میکشیم، متوجهید بچه ها؟ پس اینجا که این تکیگاه رو، این زمین رو یه جا کشیدم نبایستی گول بخورید، اینجا باز تکیگاه گیردار هستش و اینجا هم یه تکیگاه ساده هستش، پس اینجا آرش مساویه با سه هستش، اینجا هم تکیگاه قلتکیه، آرش مساویه با یکه. پس عزیزان من دیگه ببینید بچه ها، این کابل یا این فنر حواستون باشه، فنر آرش یکه، این سمتش ظاهرش گیر داره، یه دفعه یه آر مساوی سه اینجا نذارید، این فنر که شد در واقع سه، آر این شد در واقع یک، دیگه کل اینم حذف میشه، اینم در واقع دیگه کل این مجموعه فنر حساب میشه، این آرش یکه، کل این مجموعه فنر حساب میشه، این یه ذره گیردار، ظاهر گیردارش رو یه دفعه آر مساوی سه قرار ندید، این یه ذره گیردار، ظاهر گیردارش رو آر مساوی سه قرار ندید، این همون آرش مساوی با یکه، یه فنر اینجوریه، پس کل این مجموعه آرش مساوی یکه، پس فنرها تو تکیگاه شکل انتهای دیگه فنر رو معمولا به شکل گیردار میکشن که این تکیگاه گیردار نیست، بلکه فنر با زمین کلن آرش یکه. خب
آرها رو الان همه رو دیگه نوشتیم. پس این فنر حذف شد آرش یک، این فنر هم حذف شد آرش یک، و تکیگاه گیردار هم که میبینید. خب حالا دیگه جمع میزنیم، جمع همه این آرها میشه آر کل، جمع همه آرها. خب از این پایین شروع میکنیم، اول ساپورت ها رو مینویسم، یه سه به اضافه یک به اضافه سه میشه هفت، به اضافه دو میشه نه. پس ما نه تا ساپورت داریم به اضافه حالا کابل و فنرها هم میشه چقدر؟ یه یک، یه دو، یه سه، یه چهار. به اضافه چهار مساوی است با 13 مجهول، ناشی از چیه؟ ناشی از عکس العمل های تکیگاهی. درست شمردیم، یه سه یک میشه چهار، با سه میشه هفت، با دو میشه نه. نه تا ساپورت داریم، چهار تا هم فنره، حالا یا داخلی یا تکیگاه داریم که میشه 13 تا. خب عزیزان من با اینجا قسمت ها مشکلی ندارید؟ خب بعدش میریم سراغ شمردن تعداد کادرها، شمردن تعداد کادرها. خب به نظر شما بچه چند تا کادر هست اینجا؟ پس عزیزان من وقتی که فنر حذف میشه دیگه واقعا حذف شده، پس اینجا واقعا یک کادره، این کادر اوله، این کادر دومه. حالا شماره کادرها رو به این صورت می نویسیم، این یک کادر یک، این قسمت کادر یکه، اینا خودش رو داخل یه همچین چیزی بنویسیم، این کادر اوله، این قسمت کادر اوله، اینجا کادر شماره دو میشه، اینجا کادر نیست. همون جوری که عرض کردم کادر با زمین تشکیل نمیشه، پس اینجا کادر نیست و ما فقط دو تا کادر بسته داریم. پس اینجا کی ما مساویه با دو هستش. پس ما پارامترهای مجهول این رابطه رو هر سه تا به دست آوردیم، تو این رابطه این مقادیری که به دست آوردیم رو جایگزین میکنیم، این سه تا پارامتری که به دست آوردیم مقادیر درجه نامعینی سازه به دست میاد. این جوابش مساوی است با، بیام خط پایینی بهتره. خب داخل پرانتز در واقع تعداد مجهولات منهای تعداد معلومات. خب تعداد مجهولات 3 برابر 2، 3 ضرب در 2 به اضافه عکس العمل تکیگاهی، این میشه 3 2 تا 6 تا به اضافه 13 میشه 19 تا. این سازه 19 تا مجهول داره. حالا ببینیم چند تا معادله معلوم میتونیم براش بنویسیم. 6 تا معادله شرط از هینج ها هستش، به اضافه 3 تا هم معادله میتونیم بنویسیم. این حاصلش برابر با ارزم به حضورت 3 تا 6 تا به اضافه 13 میشه 19، منهای 6 و 3 میشه 9. به عبارتی این سازه بچه ها کلن 19 تا مجهول داره و 9 تا معادله معلوم داره. این معادله بچه ها 10 درجه نامعینه. پس این سازه چند درجه نامعینه؟ 10 درجه نامعینه. سازه 10 درجه نامعینه. خب 10 درجه نامعینه به چه معناست؟ به معنای اینه که اگر این رو بخوایم با روش استاتیکی حل کنیم 10 تا معادله کم میاریم. پس معنای این دی او آی مساوی با 10 هستش اینه که ما 10 تا معادله کم داریم. به نظر شما این معادلات از کجا میان؟ خب بریم سراغ مسئله بعد. یه مسئله بعد. توی مسئله که نکته اضافی نداره، همونه، فقط یه مسئله اضافه است که حل میکنیم که در واقع یه مقداری بیشتر دستمون بیا. پس ما اینجا چیزی نداریم. خب تو این مثال خب بریم سراغ حل این مسئله. خب توی مسئله که باز هم میخوایم درجه نامعینی اون رو حساب کنیم، توی مثال دو باز هم تعداد کادرهای بسته، تعداد ریاکشن ها، تعداد سی ها رو بایستیم حساب کنیم. اول از همه میریم سراغ سی ها. اینجا
سی ها شاید یه مقداری نکته داشته باشه که خدمتتون خواهم گفت. خب اول از همه این نقطه، این گره، عوض میخوام، سی شنده این گره، هیچ کدوم از اعضای وارده بهش فنر هم نیست. سه تا عوض بس شده، سیش برابر با سه منهای یک میشه، میشه دو. این رو قرمز میکنه. خب این فنر هم یه دونه به آرها اضافه میکنه، رنگش رو هم خاکستری میذارم که بگیم که این حذف میشه، یعنی اینجا آر مساوی با یک هستش، اینجا آر مساوی با یک، آر مساوی با یک، این فنر جای این فنر، پس این فنر آر مساوی با یک حذف میشه، اینجا سی مساوی با دو، اینجا یه دونه مفصل قلتکی است. مفصل قلتکی هم اگه یادتون باشه مستقیم سیش مساوی با دوه. چرا سی مساوی با دوه؟ چون هم نیروی محوری صفره و هم لنگر صفره. اینجا یه مفصل، یه دونه در واقع عرضم به حضورتون مفصل برشی خمشی هستش که سیش مساوی با باز هم دو هستش، سی مساوی با دو هستش. اینجا یه تکیگاه رو عضو قرار گرفته، یه تکیگاه رو عضو قرار گرفته. اینجا شکلش یه شکل مفصل استانداردی نیست، ولی باستی ببینیم چه پارامترهای صفر هستش. اینجا میدونیم که میبینیم که برش صفر هستش، پس ببینید بچه ها اینجا میبینیم که برش صفر هستش. ببینید اینجا یه دونه مفصل استاندارد نیست، ولی خب مشخصه اینجا به علت وجود این مفصل لنگرش صفره و به علت این در واقع قسمت‌های برشی که هست اینجا برشش هم صفره. پس ما اینجا دو تا معادله داریم، برش صفر، لنگر صفر. پس چون دو تا معادله داریم پس سیش مساوی با دو هستش. پس اینجا فقط این یه دونه این قسمت ما یه شکل در واقع کانکشن یا هینج غیر استاندارد داشتیم، غیر اون شکلایی که به صورت معمول داشتیم، و بررسی کردیم چه پارامترهای صفر هستش، دیدیم لنگر و برش صفره، بنابراین سیش مساوی است با دو تا معلوم، دو تا معادله معلوم داریم. خب دیگه فنری نداریم، مفصلی هم نداریم، این دو تا تکیگاه رو هم داریم. یه اولی یه تکیگاه ساده است، آرش مساوی با دو، این هم یه تکیگاه تلسکوپیه یا هم گایدد که آرش باز مساوی با دو هستش. پس همه پارامترها رو داریم، میریم سراغ تعداد کادرها. تعداد کادرها هم اینجا یه دونه کادر داریم، کادرها هم دیگه مشکلی نداره، این یه دونه کادره، اینجا هم یه دونه کادره میشه دو، اینجا هم یه دونه کادره میشه سه، فنر هم که حذف بشه کلن اینجا هم میشه چهار. پس این مسئله فوق‌العاده مسئله آسونی بود. پس همه پارامترها رو داریم، مقدار کی مساوی با 4، تعداد کادرهای بسته کلوزد لوپ ها برابر با 4 تا هستش، مقادیر آر ریاکشن ها برابر با یه دو به اضافه یه دو میشه 4، 4 تا ریاکشنه، به اضافه فنرهای داخلی هم یه دونه فنره مساوی با 5، 5 تا ریاکشن داریم مجهول، و مقادیر سی میشه چقدر؟ مقادیر سی یه دو به اضافه دو میشه 4، به اضافه دو این ور میشه 6، به اضافه دو میشه 8، پس سی 4 تا دوه که میشه 8، و جایگذاری میکنیم تو این رابطه، تو این رابطه جایگذاری میکنیم مساوی است با پرانتز باز منهای یه پرانتز باز دیگه، تعداد معلومات منهای تعداد مجهولات، سه برابر تعداد کادر بسته، سه تا چهار تا به اضافه ریاکشن ها، منهای سی به اضافه سه، هشت به اضافه سه، که نتیجه میگیریم این جوابش میشه سه چهار تا دوازده تا، به اضافه پنج تا میشه 17 تا، 17 تا مجهول داریم، منهای هشت به اضافه سه هم که میشه 11، پس 11 تا معادله معلوم داریم که میشه چند؟ 6. این ساز 6 درجه
نامرئی. دیدید این مسئله خیلی آسون بود، یعنی مسئله قبلی یه مقداری سخت‌تر بود، به این مخاطر این مسئله خیلی آسون نشون. بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی که این مثال سه هستش، تو این مثال ما دو تا گره داریم، یکی اینجا یکی هم اینجا. تو این دو تا گره، گره A و گره B، مثلا خودمون نامگذاری کنیم گره A و B، اینجا اعضا از کنار هم رد شدن، یعنی این عضو مورب، این عضو افقی و این عضو مورب در این نقطه از کنار هم رد شدن و به هم وصل نیستن. و تو اینجا هم تعداد در واقع اینجا هم این دوتا عضو از کنار هم رد شدن و به هم وصل نشدن. پس این نیم دایره که کشیدم به خاطر اینه که بگیم که از کنار هم رد شدن، وگرنه این عضو خمی نیست، فقط به خاطر اینه که بگیم که این دوتا به هم متصل نیستن. خب اینجا یه نکته ای هست که تعداد کادرها یا همچین جاهایی که اعضا از کنار هم رد میشن در گره هایی، مثل الان ما دو تا گره داریم، گره یه گره A رو داریم، یه گره A رو داریم و یه گره B رو داریم. حالا اینجا بذاریم این گره A و گره B، ما دو تا گره داریم که اعضا از کنار هم رد شدن، به هم وصل نیستن. تو این حالتی که اعضا از کنار هم رد شدن بخوایم تعداد کادرها رو بشماریم، چه کار میکنیم؟ تعداد کادرها وقتی که تعدادی از اعضا ساما are not connected at a joint، در یک گرهی وقتی که بعضی از اعضا به هم وصل نشدن، چه کار میکنیم؟ تو این حالت تعداد کادرهای بسته رو، تعداد کادرهای بسته رو when اینجوری می نویسیم، بگیم تعداد n عضو، وقتی که تعداد n عضو، تعداد n عضو تو گره آ چند تا عضو از کنار هم رد شدن بچه ها؟ 3 عضو. تو گره B چند تا از کنار هم رد شدن؟ دو عضو رد شدن. تعداد تو این حالت the number of extra، یعنی اضافی، extra closed loops یعنی کادرهای بسته، آر کی پریم مساوی با ان ام ان های یک. تعداد کادرهای اضافی که اینها ایجاد میکنن برابر با ان ام ان های یک. معنیش چیه؟ الان مثال حل میکنن. پس اینجا ببینید یه مقداری یه نکته جدید، تعداد کادرها رو، داستان اینه که ما تعداد کادرها رو به صورت عادی میشماریم. من الان تعداد کادرها رو به صورت عادی میشمارم. خب تعداد کادرها رو به صورت عادی میشمارم، این کادر یکه، این کادر دو، کادر سه، تعداد این کادر چهار، این کادر پنج و این کادر شیش. میدونید بحث چیه بچه ها؟ بحث اینه که وقتی که اعضا از کنار هم رد میشن، این شیشتایی که میشمارین این شیشتا کادر نیست، بلکه یه سری تعدادشون اضافه است. چه تعداد کادر اضافه شمردیم؟ به تعداد اعضایی که از روی هم رد شدن منهای یک. اینجا سه عضو از کنار هم رد شدن، پس سه منهای یک میشه دو. دو تا از کادرها اضافه است. بحث اینه.
پس اینجا کیز گوند این کار این گره آ چقدره؟ میشه چند؟ میشه انون های کی پریمش میشه انون های یک. پس کی پریم گره آ برابر است با تعداد اعضایی که از کنار هم رد شدن من های یک. پس کی پریم آ مساوی است با کی پریم آ تو این قسمت، یعنی تعداد کادرهایی تو که در این گره آ اضافی میشماری میشه چی؟ میشه تعداد اعضایی که از روی کنار هم رد شدن، یعنی 3 تا، یه دونش کم میشه میشه 2. پس اینجا 2 تا کادر اضافه است. پس اینجا نوشتیم 6، 6 تا درست نیست، بلکه 6 منهای 2 4 تا درسته. و این ور کی پریم آ میشه چقدر؟ کی پریم بی میشه تعداد اعضایی که از روی کنار هم رد شدن منهای 1، یعنی یه دونه. معنیش اینه که بچه ها همه کادرها رو به صورت عادی بشمارید، این کی پریما رو ازش کسر کنید. پس مقدار کی، پس من الان کل کادرها رو میشمارم، این الان 6 تا، این ور 7 8 9 10 کلن 10 تا کادره که 3 تاش اضافیه، به علت اینکه این قسمت از کنار هم رد شدن. یعنی این قسمت که 4 تا کادره، یه دونه از کادراش مستقل نیست، 3 تا کادر مستقل داره. این ور که 6 تا کادر ظاهرا تشکیل شده بود، 2 تا از کادراش مستقل نیست و 4 تا کادر مستقل داره. بنابراین پارامتر K تو این حالت K مساوی است با، در واقع میتونیم بگیم که K مساوی است با همون K که تو حالت عادی میشماریم، 10 منهای K پریم ها کادرهای اضافی منهای 2 به اضافه 1 که میشه 3. اینجور میمیستم، میمیستم 2 به اضافه 1 که میشه 3. پس 7 تا کادر، 7 تا کادر مستقل داریم. بعدش میریم سراغ حالا سی ها. سی هم فقط همین یه دونه نقطه داریم که در واقع بحث سی هستش. سی هم تو این قسمت سی چنده؟ سی یه عوض، دو، سه تا، چهار تا، پنج تا، پنج تا عوض وز شده، پنج منهای یک که میشه چهار سی. ما الان اینجا چهار تا معادله شرط داریم، مثل سلایت های قبلی این رو هم قرمز میکنم. سی مساوی با چهاره. این فنر هم که دیگه واقعا یه تکه گاز خودش بنده خدا. این سی پس مساوی با چهار. میریم سراغ آرها. اینم آر مساوی با یکه، حالا حذف کنیم یا نکنیم این آرش یکه، این طرف هم تکیگاه گیر داره، آر مساوی با سه هستش. مجدد تاکید میکنه این فنرها که میبینید آرش یکه، این قسمت پایینش که زارش گیر داره گولتون نزنه، این تکیگاه گیر داره با فنر، کلش آرش مساوی با یک هستش. اینم تکیگاه گیر داره که آرش سه هستش. پس در نهایت آر میشه 3 اضافه 1، آر مساوی با 4. آر مساوی با 4 تو این رابطه جایگذاری میکنیم، 3 کی اضافه آر منهای 30 اضافه 3 مساوی با درجه نامعینی سازه، مساوی است با پرانتز باز تعداد مجهولات منهای پرانتز باز تعداد معلومات. تعداد مجهولات میشه 7 تا کادر، 3 تا 7 تا، هر کادری 3 تا مجهول منهای به اضافه عضو میخوام آر که 4 باشه، به اضافه سی که 4، به اضافه 3 تا معادله تعادل استاتیکی که همون سیگما فیک، سیگما وای و سیگما ام مساوی هست. 3 7 تا 21 به اضافه 4 میشه 25، منهای 4 به اضافه 3 میشه 7 که این جوابش میشه سازه 18 درجه نامعینه. یعنی این سازه که میبینید بایستی 18 تا معادله بنویسید که تازه معین بشه. خب من این رو سیو کنم. خب ما دو تا رابطه دیگه داریم برای به دست آوردن درجه نامعین سازهای دو بودی. یکی یه رابطه کلی هستش به این شکل، معادل همون رابطه 3K به اضافه R به اضافه 3 به اضافه 3 هستش. این رابطه درجه نامعینی اصطلاحاً بهش میگن رابطه مبتنی بر عضو و گره، عضو و گره. میگه که این رابطه چی میگه؟ میگه که آقا هر عضوی از سازه رو جدا کنید، سازه‌ای که در واقع تو حالت دو بودیه، چون تو حالت دو بودی ما سه تا در واقع در هر نقطه‌ای از سازه سه تا مجهول داریم،
نیروی محوری، برشی و خمشی، سه تا مجهول داریم. بنابراین به تعداد اعضا ما سه تا مجهول داریم، سه برابر تعداد اعضا به اضافه عکس العمل های تکیگاهی میشه کل مجهولات سازه. و از طرفی در هر گرهی از سازه ما میتونیم سه تا معادله تعادل استاتیکی بنویسیم، سه برابر جی به اضافه معادلات شرط میشه کل معادلات معلول. پس این یه دید دیگه است که ما اصولا خیلی ازش استفاده نمی کنیم، ولی شاید بعض از دوستان دوست داشته باشن به جای رابطه سه کی به اضافه آر منهای سه جی به اضافه سی از این رابطه استفاده کنم. گاهی وقتا این رابطه شاید آسان تر باشه، شاید، ولی در کل همون رابطه ای که قبل از این بررسی کردیم، یعنی رابطه کادرهای بس سه کی به اضافه آر به اضافه منهای سی به اضافه سه، معمولا راحت ترین روش همونه. این یه رابطه است برای کلن هر نوع ساز دو بودی و یه رابطه پایینی است برای خرپاهای دو بودی که خرپاها هم یه تعریف کوچولو بهتون میگم و بهتون میگم که چرا درجه نامعینیش به این صورت حساب میشه. من از اول یه دونه مثال حل میکنم، این مثال سه ام به اضافه آر منهای سه جی به اضافه سی. این مثال، این رابطه مثلا جاهایی که اعضا از کنار هم رد شدن شاید این رابطه راحت تر باشه. تو این رابطه ما فقط تعداد اعضا رو میشماریم و تعداد گره ها رو. ببینید من این مثالی که حل کردیم رو میخوام مجدداً با استفاده از این روش حل کنم. اول تعداد اعضا رو حساب میکنم تو این عضو، ببینیم تعداد اعضا چند تا هستش. من اعضا رو شماره گذاری میکنم، این عضو شماره یک، عضو شماره یک، عضو شماره دو، عضو شماره سه، عضو شماره چهار، این کجه کلن تا آخر عضو شماره پنج، این یکی کجه تا آخر عضو شماره شیش، این یکی عضو شماره هفت، این کجه باز عضو شماره هشت، این یکی هم عضو شماره نو، این هم عضو شماره ده. فنرها رو عضو نمیگیم، یه دونه به آرهاش اضافه میکنم. خب این ده تا عضو. اینجا مجدد عضو شماره یازده، چون ما بین دو تا گره است اینجا و اینجا قرار گرفته، این یه عضو، عضو 11 است. این کجه یه بار حساب شده، این کجه هم یه بار حساب شده، ولی این حساب نشده. این عضو شماره 12 است و این دم که حساب شده. این افقی بالا عضو شماره 13 و این هم عضو شماره 14. عضو شماره 14. پس ما الان M تعداد اعضا شد 14 تا. این M تعداد اعضا شد چند تا؟ 14 تا عضو. خب میرم سراغ آرها. آر هم که فرقی نداره، آر اینجا یه آر مساوی با 3 هستش، آر مساوی با 3 هستش و این هم آر مساوی با 1، همون فنر. پس آر هم مساوی با 4، آر مساوی با 4. تعداد گره ها هم با سی بشماریم، اینجا میشه تعداد این گره هاست. یعنی گره ها رو با یه دایره میندازم دورش به این صورت. البته سی رو هم اجازه بدید بنویسیم. این سی هم تو این قسمت 1 2 3 4 5 عضو وصله. سی مساوی است با مجدد مساوی با 4، این سی هم مساوی با 4. سی مساوی با 4 و جی رو هم میخوایم که تعداد گره هاست، جوینت هاست. من تعداد این گره ها رو میذارم داخل یه دایره که ببینید جوینت ها کجا هستن، عدد داخلش. گره اول این گره اوله، گره شماره دو، حالا شماره دو رو میذارم اینجا، گره شماره دو، گره شماره 3. پس ما بین اعضا رو بهش میگن گره. گره شماره 4،
گره شماره 5، اینجا گره نیست، این وسط هم گره نیست، اینم گره شماره 6، اینم یه جوینته، گره شماره 7 و گره شماره 8. پس ما 8 تا جوینت داریم. خب پس اینجا هم J، تعداد J ها هم مساوی با 8 میشه، J مساوی با 8، J مساوی با 8 شد. عوض میخوام، یه دونه اینجا هم گره داریم، این چون اینجا هم ما بین دوتا عوض هست، پس ما اینجا یادمون رفت، اینجا 9 میشه. هر جایی که عضو شمردیم باعثی دو سرش گره باشه، پس اینجا ما گره، ما این عضو یعنی عضوی نبود، به همین خاطر این ایور گره نذاشتیم، چون این گفتیم یه دونه آر تموم شد رفته کارش، یه دونه ریاکشن به این اجا اضافه میشه و این عضوی نیست، پس اینجا ما این، ولی این عضوی بود، یه عضوه، چون یه عضوه باعثی دو سرش گره باشه، پس این جیش مساویه با 9 هستش، پس جی مساویه 9 هستش. حالا جایگذاری میکنیم تو این رابطه، این رابطه این مقادیر رو ببینیم این مشابه قبلی به دست میاد یا نه. قبلی یادم رفت چند بود، این 18 به دست اومد، حالا ببینیم این هم چند به دست، آیا این هم 18 به دست میاد یا نه. مساوی است با پرانتز باز بسته 3 برابر تعداد اعضا 3 تا 14 تا به اضافه آر که 4 منهای پرانتز باز بسته 3 برابر 9، 3 برابر 9 به اضافه 3 هم که 4 هستش، که این جوابش مساوی است با 3 تا 14 تا میشه 42 تا به اضافه 4 تا میشه 46 تا منهای 3 نوت تا 27 تا به اضافه 4 تا میشه 31. این مساوی با 15 درجه نامرئی، 3 تا فرقش شد، نمیدونم چرا، شاید یه جایی اشتباه کردم. در هر صورت واسه جوابش با قبلی یکی میشد. این یه اینم پس یه روش دیگه برای محاسبه درجه نامعینه، یعنی این تو قاب ها به این صورت بود. حالا خرپا یه رابطه ای نوشتیم که M به اضافه R منهای 2J، این واسه خرپا است. اولا خرپا چیه؟ خرپا یا تراست. پس این رابطه که میبینید این رابطه ای هستش که برای خرپاهای دو بعدی هستش، پس for two dimensional trusses، برای خرپاهای دو بعدی رابطه درجه نامعین degree of indeterminacy به این صورت حساب میشه. چرا به این صورته؟ اولا خرپا بچه ها داخل هر عضوش یا کشش یا فشاره، یعنی یه دونه مجهول داره، هر عضوش یه مجهول داره، بنابراین هر عضوی میشه یه مجهول و به اضافه عکس العمل تکیگاهی میشه کل مجهولات، و در هر گره ای ما هم دو تا معادله میتونیم بنویسیم، یعنی میتونیم در واقع سیگما اف ایکس سیگما وای رو بنویسیم. پس درجه نامعین خرپا میشه ام به اضافه آر منهای 2J، پس بایستی اعضا رو بشماریم و به اضافه آر منهای 2J کنیم که ببینیم این خرپا درجه نامعینش چنده. خب این آرش که خیلی ساده است، آر اینجا 2ه، آر اون ورم 1، آر این طرف مساوی با 2، آر این ور مساوی با 1، این آر پس آر کل مساوی است با 3. تعداد اعضا رو میشماریم، تعداد اعضا این 1، تعداد اعضا تعداد عضو بعدی 2، عضو بعدی اینجاست 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، این هم 11، 12، 13، 14، 15،
قائم هم 16 17 18 19 20 21 22 23 چقدر زیاد شد 24 25 26 27 28 29 پس تعداد اعضا ام ها مساوی با 29 پس ام مساوی با 29 تا خب بایستی تعداد جی ها رو هم بشماریم ببینیم جی ها چند تاست جی ها ببینیم چند تاست خب جی ها رو عین قبلی داخل دایره قرار میدیم جی ها رو یه دایره میکشیم ادیت میکنیم یک فونتش رو کوچیک میکنم گره یک گره دو گره سه گره چهار گره پنج گره شش گره هفت گره هشت گره نو گره ده خب اون گره ده گره 11 گره 12 گره 13 گره 14 گره 15 و گره 16 خب ببینیم این خرپا با این همه دبدب و کبکب و این همه گره با عضو 29 تا عضو و 16 تا گره ببینیم این سازه خرپا چه وضعیتی ده. خب این درجه نامعینیش از این رابطه به دست میاد میشه ام اضافه آر بنا دو جی ام شند 29 به اضافه آر عکس العمل تکیگاهی میشه 32 تا منهای 2 تا 16 تا مساوی هست 29 و 3 میشه 32 2 تا 16 تا میشه 32 این خرپا بچه ها چیه؟ خرپا چی شد؟ معین شد بسیار خوب پس این خرپا دیدید که معین شد چون درجه نامعینش صفره این خرپاها رو اصطلاحا بهش میگن خرپاهای ساده خرپاهای ساده خرپاهایی هستن که از یه مثلث پایه تشکیل شدن و به صورت مثلث گسترش پیدا کردن یه همچین خرپاهایی بچه ها معمولا معین هستن یعنی از همون اول میدونستن که یه جورایی معین هستش خب دوتا تکلیف دارید به این صورت درجه نامعینی این دوتا سازه رو بایستی به دست بیارید میبینید که تقریبا اون چیزی که خودم عمل کردم یه جورایی از هر دوتا اینا به نظر خودم سخت‌تر هستن این دوتا رو بایستی به دست بیارید هم با استفاده از روش کادرهای بسته و هم با روش چی؟ با استفاده از این روش تعداد گره ها تعداد گره ها پس اینها رو اینجوری می‌نویسیم by using to
following approaches با استفاده دو تا approaches یک closed loop method روش حلقه بسته روش کادرهای بسته در واقع همون که کی استفاده میکردیم و دو member joint method با استفاده از روش در واقع عضو گرفت. خب جلسه ما بچه ها بحث درسی اونجا به پایان میرسه.